سلام و درود، در خدمتتون هستیم با حل یک سال از مبحث یک دوازدهم. بچه ها فصل یک دوازدهم به نسبت فصل پرسوالی در کنکور سراسری است. بیایم با هم دیگه سوال حل کنیم ببینیم چی میگه. خب میگه چی؟ میگه کدام گزینه در ارتباط با جاندارانی که تعداد جایگاه همانندسازی در دنای اصلی آنها وابسته به مراحل رشد و نمو متفاوت است صحیحه. بچه ها یعنی سوال داره راجع به سلول های یوکاریوت با ما صحبت میکنه. خب بچه ها ما میدونیم یوکاریوت ها دی ان ایشون اونی که تو هسته است خطیه، اونی که در میتوکندری و حالا پلاسته حلقویه. اما حواستون باشه ما لفظ کروموزوم رو صرفاً به اون چیزی میدهیم که در هسته هست. در میتوکندری و پلاست ما کروموزوم نداریم، دنا داریم. چرا؟ چون کتاب میگه در یوکاریوت ها دنا در هر فامتن به صورت خطی هستش. خب میگه در اطراف ماده وراثتی آنها پروتئینای همراه یافت میشوند که مهمترین آنها مجموع پروتئینای هیستونه، که این کاملا درسته. میگه جایگاهایی که در آنها دورشته دنای اصلی از یکدیگر جدا میشن ابتدا از هم دور شده سپس به هم نزدیک میشه. بچه ها منظورش اینه که دوتا دوراهی همانندسازیه. بچه ها در دنای خطی دوتا دوراهی همانندسازی یه دونه بخش باز شده همیشه از هم دور میشه، هیچ موقع به همدیگه نزدیک نمیشه. اما حواستون باشه دوتا دوراهی همانندسازی از حباب های مختلف یا از بخش باز شده مختلف میتونه به هم نزدیک بشه. راجب دی ان ای حلقوی هم بچه ها اگر دی ان ای حلقوی ما یه دونه جایگاه داشته باشه، مثلا اینجا ابتدا دوتا دوراهی از هم دور میشن سپس به هم نزدیک میشن. اما اگر دی ان ای حلقوی ما بیش از یک جایگاه داشته باشه، مثلا در نظر بگیرید یه دونه جایگاه بالا باشه یه جایگاه پایین، خب بچه ها نقطه اتمام همانندسازی میشه اینجا. بنابراین دوتا دوراهی یک بخش همیشه از هم دیگه دور میشن. پس در دی ان ای حلقوی که یک جایگاه داشته باشد دو تا دوراهی یک بخش باز شده ابتدا از هم دور میشه سپس به هم نزدیک میشه. خب پس این مورد رفت. میگه در ماده وراثتی آنها که به غشای یاخت متصل است، بچه این واسه دی ان ای اصلی پروکاریوت است. میگه به تعداد واحدهای سازنده نوکلئوتیدی پیوند فسفودیستر. حالا جمله دوم حالا راجع به دنای حلقوی درسته. حواستون باشه در دنای حلقوی تعداد فسفودیستر با نوکلئوتید برابره و هر قند فسفات در تشکیل فسفودیستر شرکت کرده. اما در دی ان ای خطی تعداد فسفودیسترها از نوکلئوتیدها یکی کمتره و قند فسفات اولین نوکلئوتید در تشکیل فسفودیستر شرکت نکرده. خب مورد بعدی میگه تنها یک نوع بسپار پروتئینی وجود دارد که عمل رونویسی رو از روی ژن‌های مختلف انجام میده. خب بچه‌ها این دوباره داره راجبه چی حرف میزنه؟ داره راجبه پروکاریوت ها حرف میزنه. ما میدونیم تو یوکاریوت ها هر ژن توسط آنزیم ویژه خود رونویسی میشه. اینکه یک نوع آرنه پولیمراز داشته باشیم مال پروکاریوت هست. پس حواستون باشه تو پروکاریوت ها تنوع عمل کردی آنزیم ما بیشتره و در یوکاریوت ها تنوع آنزیممون بیشتره. حالا بچه ها یه سعی غلط میگم، لطفاً در کامنت ها جوابشو واسه من بنویسید. بچه ها این درسته که من بگم آرنه پولیمراز پروکاریوتی و آرنه پولیمراز شماره دو از روی ژن خودشون رو نویسی میکنن؟ موفق و پیروز باشید.